رودی جولیانی به تلویزیون بلژیک. 11 سال است که درگیر مبارزه برای آزادی هستم و این احساس را دارم که داریم به هدف نزدیک می شویم. تلویزیون NTD مقاومت ایران خواستار تحریم آمریکا علیه رژیم آخوندها شد. اعدام 4 زندانی از جمله 1 زندانی زن در روز چهارشنبه در ارومیه، نوشهر و بندر ماهشهر. دشقیمان خامنه ای سحرگاه امروز 2 زندانی را در زندان ارومیه اعدام کردند. این 2 زندانی محرم نعمتی و عسکر برتر نام داشتند. رژیم آخوندی روز سه‌شنبه نیز 4 زندانی را در زندان ارومیه به دار آویخت. رژیم ضد بشری آخوندی همچنین صبح روز چهارشنبه 1 زندانی را در بندر ماهشهر و 1 زندانی زن را در زندان نوشهر به دار آویخت. تلویزیون NTD آمریکا در گزارشی از گردهمایی مقاومت ایران در اشرف سه گفت: به گفته مریم رجوی، حملات اخیر رژیم ایران به کشتی‌های نفتی ژاپنی و 1 پهپاد آمریکایی و تحریکات اخیر سران رژیم ایران به خاطر این است که آخوندها روی بیعملی و تحمل بخشی از جامعه بین المللی حساب می‌کنند. از لحاظ بین المللی، محاسبه آخوندها این است که سلسله عملیات تروریستی و جنگ طلبی در کشورهای منطقه حداقل تا زمان انتخابات بعدی آمریکا برای آنها هزینه زیادی نخواهد داشت. بیش از 1 دهه است مریم رجوی در سخنرانی‌هایش در مجلس فرانسه و پارلمان‌های دیگر کشورها گفته است سیاست استمالت هرگز با رژیمی که تنها زبان زور را می‌فهمد نتیجه‌ای نخواهد داد. خبرنگار تلویزیون آرتی بلژیک پس از سخنرانی رودی جولیانی در اشرف سه مصاحبه ای با او انجام داد. We're going to have our celebration there much sooner than they believe. You know why? Jose! 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 مجری تلویزیون آرتی بلژیک: سخنرانی جالبی داشتید رودی جولیانی. No, thank you. It came from the heart and 11 years of being involved with this fight for freedom and the feeling that متشکرم از ته قلبم بود. 11 سال است که درگیر این مبارزه برای آزادی هستم و این احساس را دارم که داریم به هدف نزدیک می‌شویم. خبرنگار: شما در سخنرانی خود گفتید اروپا همدست جنایت است. آیا این به این معناست که دولت بلژیک هم همدست جنایت است؟ رودی جولیانی گفت: با معاملاتی که با آنها می کنید آنها را ثروتمند می کنید. آنها این درآمد را چه کار می کنند؟ مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. آنها از این درآمد برای کشتار استفاده می کنند. پس بیدار شوید، خودتان را به بیراهه نزنید. به این اذعان کنید که از 1 رژیم تروریست حمایت می کنید و از خودتان سوال کنید در کدام طرف تاریخ می خواهید قرار بگیرید. To do and to support murder. So wake up, stop fooling yourself, face the fact that you're supporting a regime of terror and make a decision. What side do you want to be on in history? جمعی از معلولان و تشکل‌های مدافع آنها روز چهارشنبه در اعتراض به بیعملی کارگزاران رژیم آخوندی در حل مشکلات معلولان در مقابل وزارت بهداشت رژیم تجمع کردند. شماری از اعضای خانواده و حامیان زندانیان کارخانه نیشکر هفت تپه به منظور حمایت از آنها در مقابل زندان اوین تجمع کردند. اعضای شورای نگهبان ارتجا روز چهارشنبه بار دیگر آخوند احمد جنتی را به عنوان دبیر این شورا انتخاب کردند. احمد جنتی که 93 سال سن دارد از سال 71 دبیر شورای نگهبان ارتجا بوده است. در جلسه امروز شورای نگهبان ارتجا همچنین عباس علی کدخدایی برای 1 سال دیگر به عنوان قائم مقام دبیر و همچنین سخنگوی شورای نگهبان ارتجا انتخاب شد.
روز دوشنبه نیز خامنه ای آخوند دشخیم، صادق لاریجانی و آخوند محمد یزدی را برای یک دوره دیگر به عنوان دو عضو فقهای شورای نگهبان ارتجا منصوب کرد.